سال 1369 سال پرتلاطمی برای مردم ایران بود. در گرم و گرم تابستان، روز 26 مرداد سال 69، جمهوری اسلامی ایران با سربلندی توانست رزمندگانی را که مجاهدانه از دین و شرف و خاک و کشور دفاع کرده و در دست دشمن اسیر شده بودند به وطن بازگردند. آزادگان صبورتر از سنگ صبور و راضی ترین کسان به قضای الهی بودند. آزاده نامیده شدند چون از قید نفس و نفسیات رهایی یافته بودند. امروز روز شادی ملت است، روزی که نه تنها خانواده های آزادگان خوشحال شدند، بلکه تمام آزادگان جهان شاد بودند. حقیر مرتضی عسکری هستم، اهل کرمان. خدمت شما عرض کنم که در عملیات والفجر 3 آزادسازی مهران در سال 62 به دست نیروهای بسی عراق به اسارت درست الان 30 سالی که از این جریان داره میگذره. یعنی از این 30 سال گذشته 26 روز جمعه بود، ظاهرن اولین گروه از دوستان ما از مرز جمهوری اسلامی ایران و مهران وارد شدن. آقای محمد رضا حسین پور هستم. سال 67 بعد از اون که در منطقه عمومی فاو دشمن حمله کرد، ما به منطقه اعزام شدیم. حدود یک ماه خورده بعد به منطقه عملیاتی شلمچه طی تکی که دشمن انجام داده بود حمله کرده بود و ما مقاومت میکردیم، دفاع میکردیم، متاسفانه دشمن ما رو دور زد و به اسارت دشمن در اومدیم. از مرز که وقتی که تو اتوبوسای عراقی بودیم، چشمم افتاد به اتوبوسای ایرانی و لباسای دوستان ارتشی و سپاهی با لباس و فرم و نظم مرتب، اونا رو میدیدیم ولی باورمون نمیشد. یعنی این حرف دلمو، واقعا باورم نمیشد که الان امکان داره من 2 دقیقه دیگه 3 دقیقه دیگه رهایی پیدا کنم از این تنگنا. ولی یه اتفاق افتاد، از اونجایی که خواست خدا بود و میواست این اتفاق بیفته، جز مقدرات بود. و ما اون لحظه شیرینی که پا رو وارد خاک عزیزمون گذاشتیم، حالا دوستان به سجده افتادن، خدمت شما عرض کنم و حالات خاصی که از تلویزیون دیدید، اون لحظه بالاخره اتفاق افتاد و ما بعد از نزدیک به 2700 روز پشت سر گذاشتن برگشتیم و پا به وطن عزیزمون. اتفاقاً سرباز سلیمانی و آقای جعفری اینا اومده بودن اونجا به استقبال. البته ما فقط یه روبوسی واسه سردار کردیم، بعد دیگه مردم ریختن داخل و ما رو گذاشتن رو دوششون آوردن بیرون. من تنها کسی رو که نشناختم مادرم بود. یعنی رو دوش که از عزیزان بودم، من دیدم یه پایین خانومی پیر شده داره منو صدا میزنه، یه دفعه متوجهم مادرم. خیلی برام این اصلا همیشه سخته که ایشون چقدر تو این مدت سختی کشید. صبح 8/5/62 من به طرفینم نگاه کردم، هوا روشن شده بود، احساس کردم که دارم قول معروف تیر از طرفین میاد، یعنی از چپ راست داره به ما میخوره، از جلو خیلی کمتره، از عقب که هیچی نیست. ذهنم جرقه زد که امکان داره ما تو تله گیر کرده باشیم، یعنی دوستان برگشت کردن رفتن ما موندیم و همینم شد. صبح اول صبح یه پیام، من بیسیمچی گردان بودم، یه پیام اومد که احتمال حمله دشمن 100%. هوا که روشن شد کاملا، دو تا هلیکوپتر بالا سرمون ظاهر شد، ما از پایین دیدیم که اینمال عراقی هستن. آتش تهیه دشمن شروع شد. آتش تهیه که وقتی میگم، یعنی دشمن اونقدر گلوله میباره رو منطقه که مطمئن بشه هیچ موجود زنده اینجا نیست، یا همه رفتن تو سنگر پناه گرفتن. بعد زیر این آتیش شروع میکنه حرکت کردن، اومدن جلو. چون منطقه مهران بنا به گفته سردار عزیز، سردار حاج قاسم سلیمانی، این بزرگوار، یکی از سخت‌ترین عملیات ها بود. علتش هم همین بود که مهران، دهلوران، موسیان توی گودی بود، مهران توی بلندی بود، بعد عراق دیگه از مهران بلندتر بود. و همینم بود که مهران تو طول 8 سال دفاع مقدس سه بار دست به دست شد. اومدیم از سنگر بیرون و عراقی ها رد شدن، گفتیم که عباد کو بچه ها جمع کن بریم. جمع کردیم، را بیفتیم از خاکست که اومدیم بیرون،
دیدیم عراقی اون ور خاکریز یک خط زرهی چیدن، یعنی اونا دیگه خطاشون خاکریزی نبود، روزای آخر کامل یه مسیر کامل نفربرا کنار هم چیده بودن. ما یه مقدار رفتیم جلو، اومدن دورمون زدن دیگه، به هر حال کاری نمیشد، گرفتن. از اونجایی که قسمت بود خلاصه ما زندگیمون به این صورت ادامه پیدا بکنه، قول معروف بریم تو فاز اسارت، همینا که رد میشدن یکیشون حالا خواسته یا ناخواسته زد به تخته و این تخته از دست من رها شد. رها شدن همونو، دیده شدن من همون. اولین لحظه اسارت من از اینجا شروع شد. بردم یه قرارگاه تاکتیکی بود پشت خط و حالا یه مقدار آب دادن و فلان یه افا دوباره سوار یه ایفا کردن. بودن دم غروبی بعد از ظهری بود رسیدیم بصره. بردن اون توی زندون یه پادگان اونجا بود. کل اسرایی که تو بلفجر سه عراقی موفق شدن بگیرن کمتر از 35 نفر بودن. ببینید اصلا فضای اسارت خودش سخته. شما امروز بهت میگن دیگه حق نداره از در این در بری بیرون، از همین الان دلت میگیره. یعنی اتفاقا همه چیز هست، امکانات هم دارین، گفتن امروز تا شب باید اینجا بمونید. سخته. اسارت خدمت دوستان عرض کنم که یه سری شکنجه های روحی بود، یه سری شکنجه های جسمی بود. حالا این تونل وحشت، این کیفیتی که فیلم ها نشون میدن هیچی نیست. ببینید اون لحظه ای که من وارد میخواستم ما رو وارد کنن، ما 50 نفر، ما 100 نفر، ما 10 نفر، ما 15 نفر رو، هر چی سرباز توی اردوگاه بود، اونی که شیفتش بود، اونی که استراحتش بود، اونی که آماده بود، همه رو جمع میکردن. یه سری شکنجه ها بود که اواخر اسارت، اواسط اسارت بود وجود داشت، اینا روحی بود. روحی یعنی چی؟ یعنی تلویزیون اومردن، یه تلویزیون 26 اینچ آوردن هر اتاق یه تلویزیون گذاشتن، 100 نفر 150 نفر توی اتاق می اومد، تلویزیون روشن میکرد، فیلم های مورد نظر خودشو بود میاست نگاه کنیم، سر اون رو مینداخته پایین، میمد چوب میزد زیر گلوت اینجوری مسترد تا بگیر بالا، با شلقه میداد تو سرت، میگفت نگاه کن بگی چقدر خوشگله، بگی چقدر جمیله. من میتونم ادعا بکنم که من توی 7 سال یک وعده غذای سیر نخوردم. حالا کی اینو باور میکنه؟ جناب علی میگه ولش گرگه داره میگه در صورتی بود ایش که تو فکر اسارت نبود. ببینید من گفتم که من خواب دیده بودم، با وجود اینکه این خواب دیده بودن و برام مسجل شده بود که من اینجا گرفتار خواهم میخواهم شد، اما تا اون لحظه ای که عراقی من از دون پناهگاه بیرون نکشیده بود من دار فکرش نمیکردم. و خیلی از دوستان تو سیادمانشون نوشته بودن که اگر دیدید من دارم اسیر میشم من از پیش بزنید، دعا کنید شهادت نصیب تو بشه. بعد از جنگ 3 دسته میشن اومد، یه دست از کردار خودشون پشیمون میشن، ما رزمنده داریم رفت اختلاسگر بسش فلان داریم کار کرد، یه دست میشن این، یه دست میرن دنبال زندگی کارکار کاسبی خودشون، اقتصاددان میشن، میدونم حقوقدان میشن، فلان میشن، یه دست میمونن، اون دست میاد دق بخورن، ما جز هم آخری ها. خدا قبول کنه، کاری از دست بر نمیاد، مهم این که بتونی جلو خودتو بگیری. حالا میگفت که آقا هر کی نکرد نتونست. حالا میخوام بگیم که نه، خیلی هم تو جامعه هستن میتونن، نمیکنن. اون الان در رأس کاره، کرسی رو گرفته، پست رو گرفته، مقام گرفته، داره چارنل میتازه و کاری از دست من جز سکوت نیست. اینو من اینجوری میگم، میگم مرا دردیست اندر دل، اگر گویم زبان سوزد، اگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد. در نهایت پنهان میکنم، مغز استخوانم میسوزه. به جرأت میگم نسل امروز خیلی 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 بهتر از اون قدیم. به جرأت میگم. ببینید این آرزوی شهادت برای همه هست. یعنی یه نفر یه معذرت میخوام مغزش پاره سنگ داشته باشه بگه من نمیخوام مرگم با شهادت باشه، این که دیگه ولی خب برای شهادت یه لیاقت هم میخواد، بس یه جایی باشه خدا این شهادت رو نصیب برنگزیده هاش کرد. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.